تساوی منچستر یونایتد در برابر استون ویلا و پاریس سن ژرمن حریف خود را ستایی کرد. به نام خداوند بخشاینده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به یکی از دیگر ویدیوهای چنل ورزش 5. در بازی دوستانه که در تور پیش فصل بین منچستر یونایتد و استون ویلا برگزار گردیده بود، یونایتد تن به تساوی داد. این بازی را که منچستر یونایتد هجومی آغاز کرده بود، در نیمه اول توانست توسط جیدون سانچو در دقیقه 25 روی پاس لوکشاو به گل اول خود رسید و در دقیقه 42 بود که روی یک حمله یونایتد روی دروازه استون ویلا انجام شد که مدافع استون ویلا به اشتباه دروازه خودی را باز کرد. بازی با نتیجه 2-0 به نفع یونایتد پایان یافت. در نیمه دوم این استون ویلا بود که دوباره به خود آمد و بازی را که باخته بود دوباره به تساوی کشاند. بیلی در دقیقه 49 روی پاس دقیق امی بوندا به گل اول استون ویلا رسید و بازی را و باران شدید بازی را از آن صورتش که بود کاسته بود. باز هم شاگردان جرارد دست از عمله بر دروازه یونایتد نبرداشتند تا اینکه در دقیقه 90 روی یک عمله تهاجمی و تیمی توانستند دروازه یونایتد را باز نموده و بازی را به تساوی بکشانند و دوباره خنده را به لبان هواداران خود بازگردانند. یک خبر دیگر، پاریس سن ژرمن حریف خود را ستایی کرد. پاریس سن ژرمن در برابر حریف ژاپنی خود که امروز به میدان رفته بود توانست حریف خود را با 3 گل بدرقه کند. در ابتدای بازی که ژرمن ها با ترکیب دوم پا به میدان گذاشته بودند، توانستند در دقیقه 16 روی پاس ایکاردی پابلو سارابیا را به گل اول پاریس سن ژرمن و گل اول خود دست پیدا کند. بازی که با تهاجم دو تیم ادامه داشت، باز هم پارسی ها بودند که در دقیقه 35 روی یک پاس دقیق خوان برنات کلان امپاپی را در موقعیت اساس صاحب توپ ساخت و کلان امپاپی این را وارد دروازه حریف کرد. بازی در نیمه اول با نتیجه 2-0 به نفع پارسی ها به پایان رسید. در نیمه دوم که میسی و نیمار وارد میدان شدند و امپاپی تبدیل شد، باز هم پارسی ها و تهاجم خود ادامه دادند تا اینکه موونگا در موقعیت گلزنی قرار گرفت، آن را به گل تبدیل کرد و بازی با نتیجه 3-0 به نفع پارسی ها به پایان رسید. این در حالی است که پاریس سن ژرمن دو بازی را در ژاپن به حریفان ژاپنی خود روی میدان رفته که هر دو را به نفع خود به پایان برده است. تشکر از توجهتون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید.